سلام رفقا، توی این ویدیو قراره با هم بررسی بکنیم که برای تولید محتوا چه دوربینی بخریم. اگر تا آخر این ویدیو لحظه به لحظه با من باشی، بهت قول میدم که روشن بشی در مورد این موضوع و دغدغت کلن از بین بره که چه پارامترهایی رو باید رعایت بکنی برای اینکه یه دوربین خوب برای تولید محتوا بخری. مسعود اینجاست و خب این چنل بی پروه. دمتون گرم که چنل من رو سابسکرایب میکنید. لطفا فراموش نکنید که سابسکرایب بکنید و دمتون گرم که برای من کامنت میذارید. مرسی. بریم سراغ عنوان ویدیو. توی این ویدیو قصد دارم بهتون یاد بدم که چه پارامترهایی رو برای انتخاب یه دوربین برای تصویر برداری در نظر بگیرید. بچه ها تأکید میکنم تصویر برداری، ویدیو. فعلا در مورد عکاسی هیچ صحبتی نمی کنیم و اصلا موضوع این ویدیو نیستن. موضوع تولید محتواه. به خاطر همین هر چیزی که من میگم در مورد دوربین هایی که شما میتونید باهاش فیلم برداری بهتری داشته باشید. همه چیز از یه سوال بنیادی شروع میشه که من تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم. خیلی توی سن شما از من پرسن که مسعود من لپتاپ بخرم یا گوشی بخرم. این که بهتون میگم سن شما به خاطر که طبق آنالیزی که من توی یوتیوب استودیو خودم برای چنلم دیدم، اینه که اکثر کسایی که یوتیوب تماشا میکنن، مخاطبهای یوتیوب هستن، رنج سنی 16 تا 24 سالن. به خاطر همین این که میگم تو سن شماها، فکر نکنید که من خیلی اختلاف سنی بین خودم و شما حس میکنم. نه، یه اختلاف سنی بین من و شما اصلا کلا وجود داره، فارغ از اینکه من بخوام حسش بکنم یا نه، چون من خودم 36 سالمه. به خاطر همین خیلی ها از من میپرسن، به اقتضای رشتم، به اقتضای تخصصم از من میپرسن، از من سوال من برم لپتاپ بخرم یا موبایل بخرم. سوال خیلی بچگونه ایه. یعنی چی؟ این دوتا اصلا از یه جنس نیستن. اگر موبایل احتیاج داری، نیازت روی موبایل بیشتر، برو موبایل بخر. اگر نیازت روی لپتاپ بیشتر، برو لپتاپ بخر. این دوتا اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. ولی خب خیلی ساده میشه جوابشون رو داد. اگر موبایلت دیگه به جایی رسیده که نمیتونی ازش استفاده بکنی و دیگه کارهای ابتدایی مثلا نمیدونم یه واتساپ و یه تلگرام و یه اینستاگرام و اینطور مسائل رو دیگه نمیتونه برات هندل بکنه، یا اینکه وقتی داری با تلفنی با طرف صحبت میکنی صدات خوب نمیره یا صدای طرف خوب نمیشه و یه مشکل تکنیکال داره، خب قاعدتا اول باید اولویتتو بذاری رو موبایلت، بری موبایلتو عوض بکنی دیگه. این که دیگه توضیح اضافه ای نداره، باید به اولویتت نگاه کنی. اما در مورد دوربین، اینکه من برم دوربین بخرم یا با موبایلم شروع کنم فیلم برداری کردن، این سوال خیلی سوال با ربط تریه و میشه واسهش وقت گذاشت و در موردش صحبت کرد. خیلی حاشیه نریم، بریم روی اصل موضوع. شما چند تا اگر برای خودتون در نظر بگیرید، چند تا حالت رو برای خودتون در نظر بگیرید. اینجوری باید فکر بکنید که اگر موبایلتون یه موبایل پرچم داره، مثلا طرف توی دستش آیفون 14 پرو داره، 14 داره، 13 پرو داره، 12 پرو داره، حتی 11 پرو داره، دوربین موبایلش یه دوربین خیلی خوبیه، یا از سامسونگ مثلا S22 اولترا داره، نمیدونم S21 اولترا داره، حتی بیا پایین تا مثلا S10 پلاس، سامسونگ S10 پلاس. من خیلی از ویدیوام با S10 پلاس گرفتم و خب کوالیتی تصویرش بسیار معقول و خوب بودش. در این حد اگر دور موبایل داره جواب میده، کارتو شروع کن، کم کم برو تحقیق بکن یا ویدیوهای مختلف توی یوتیوب رو نگاه بکن و اون دوربینی که میخوای برای کارت فکر میکنی مناسب تر هستش رو انتخاب بکن. اما برای شروع اگر موبایلت یه موبایل پرچم داره، میتونی از دوربینش استفاده بکنی و مطمئن باش که تصویر مطلوبی بهت میده. این از این موضوع. اما در مورد خود دوربین،
توی این ویدیو میخوام ماهیگیری یادت بدم، نمیخوام بیام فقط چند تا مدل دوربین با یه رنج قیمت مثلا متعادل رو بهت معرفی بکنم و خب کار تموم بشه. نه، اصلا اینطوری نیست، یکم بحثش مفصل تره. این ویدیو از اون ویدیو هاست که خودم بیشتر از هر ویدیوی دیگه دوستش دارم. شاید واسم بازدیدش کمتر باشه به نسبت یه دونه آنباکس لپتاپ، ولی میدونم که این ویدیو بار بیشتری داره. به این روی بحث دوربین، مواردی که توی دوربین باید در نظر بگیرید، تجربه ای که من توی این 3 سال دارم اینه که چند تا پارامتر رو میتونی برای خودت در نظر بگیری. توی دوربین هایی که ویدئوی بهتری ضبط میکنن، کمپانی‌های مختلف برای مارکت خودشون، برای اینکه پول بیشتری به دست بیارن، معمولا برندهای مختلف مثل نیکون، مثل کانون، مثل سونی، مثل فوجی فیلم، اینا میان چی کار میکنن؟ میان یه سری دوربین میدن واسه عکاسی، یه سری دوربین میدن واسه فیلم برداری. تا اینجا اوکی؟ خب بیا اینو در نظر بگیر که تو یه دوربینی داری میخوای بخری برای فیلم برداری. اگه 4 روز دیگه بخوای یه دوربینی بگیری که بری توی حرفه عکاسی، اونجا هم فعالیت هایی داشته باشی، اصلا از قبل عکاسی رو دوست داشتی، حالا کم کم میخوای شروع بکنی، بهترین گزینه برات اینه که یه دوربین هیبرید استفاده بکنی. دوربین هایی که هم توی عکاسی اپتیمایز خوبی شدن و هم توی فیلم برداری اپتیمایز خوبی شدن. فرض بکن که میخوای توی رشته عکاسی تولید محتوا بکنی، خب میری یه دوربین میخری که هم بتونی عکاسی خوبی باهاش داشته باشی و عکاسی تو قوی تر بکنی، و هم از طرفی با همون دوربین به یه سری محتوا تولید بکنی در مورد عکاسی. بهتره که یه دوربین هیبرید استفاده بکنی، مگر اینکه خیلی پول داشته باشی بری یه دوربین عکاسی جدا بخری و یه دوربین فیلم برداری جدا بخری، یعنی دوتا بادی مختلف که خب هزینه‌ت بالا میره. نکاتی که باید در مورد فیلم برداری و تولید محتوا رعایت بکنی روی دوربین: 1. تعصب روی هیچ برندی نداشته باش، به خاطر که این نقطه شکست تو میشه. ممکنه تو تعصب رو برند داشته باشی، بری یه مدلی رو مختلف انتخاب بکنی، روی یه دونه برند دیگه یه گزینه یه به مراتب بهتر با قیمت به مراتب بهتر باشه. بنابراین اجازه نده که تعصب روی برند بشه نقطه شکست تو. نقطه دوم که خیلی ها دنبالش هستن، سایز سنسوره. سایز سنسور توی دوربین های فول فریم یه فیگور اینجوری داره. این فیگور اینجوری خیلی ها رو گول میزنه. اصلا دنبال این نباشید که سایز سنسور چی باشه. ما روی دوربین های پاناسونیک سایز های 4/3 داریم، روی دوربین های سونی معمولا سایز فول فریم داریم. خیلی حتی کراپ فریم هاش هم روی سری 6000 خیلی زیادیستن. خب نجازه نده این گولت بزنه، ولی ممکنه که یه دوربین روی پاناسونی کوالیتی خیلی بهتری داشته باشه. فول فریم خیلی وسوسه انگیزه یه دوربین فول فریم داشته باشم، اما فول فریم بودن عامل اصلی کوالیتی نیست. تأثیر داره اما عامل اصلی نیست. ما سایزهای مختلفی از سنسور داریم. خیلی ها میگن که فول فریم بهتر از کراپ فریم، اما من یه سوالی میپرسم، کی تعیین میکنه که فول فریم سایز استاندارد سنسور هستش؟ چرا؟ به خاطر اینکه مثلا سنسورهای APS-C یک کراپی از فول فریم هستن. بیاید اینجوری در نظر بگیرید که خود فول فریم یک کراپی از میدیوم فرمته. بنابراین این سایز سنسوره رو به هیچ عنوان در نظر نگیرید. اما در مورد سایز سنسور و اختلافهاش با هم دیگه، اون چیزهایی که توی سایز سنسور باید بدونی و به دانشت اضافه بکنی اینه که تو باید بدونی که اختلاف بین سایز سنسورها در چه چیزهایی تأثیر داره. 4 مورد هستش که در سایز سنسورها اختلاف ایجاد میکنه، اما 3 تاش رو میتونی بپوشونی. به خاطر همینه که من میگم همچنان سایز سنسور نکته ای نیستش که بخوای اولویت اول قرار بدی. نکته اول نوره. سنسورهایی که بزرگتر هستن مثل فول فریم و میدیوم فرمت نور بیشتری دریافت میکنن، به خاطر همین شما تصویرتون شارپنس و کنتراست خیلی بهتری داره.
نکته دوم در مورد سایز سنسور، عمق میدانه. شما در سنسورهای بزرگتر میگن عمق میدان بیشتری داری، ولی من این رو تا حالا تجربه نکردم. من معتقدم که با نزدیک شدن به سوژه شما میتونی عمق میدانت رو جبران کنی. نکته سوم، زاویه دید، و بهتره به بیان ساده تر بگم اندازه است. اگر من همین با همین لنز در واقع 28 بیام و سنسورم رو کراپ فریم بکنم، شما تقریبا یه چیزی حدود این تصویر رو از من میبینید. خب من برای اینکه این رو بهبود بدم دوربینم رو میبرم عقب‌تر. پس همچنان اگر سنسورم کوچیک‌تر باشه عامل ضعف من نمیشه. اما نکته چهارم که داینامیک رنج هستش و تخصصی تره، اصلا الان واردش نمیشیم، اینه که شما تو سنسورهای بزرگتر داینامیک رنج بسیار بهتری داری، به خاطر همین اینجا اختلاف بکنه. ولی تو محیط استودیویی مثل این شما اصلا مورد استفاده داینامیک رنج رو نداری. شما اکثر کسایی که مثل من تولید محتوا میکنن یه محیط استودیویی کوچولو برای خودشون دارن ازش استفاده میکنن. اینجا که اصلا نور خارجی خیلی زیادی وجود نداره که اختلاف ایجاد بکنه و من مجبور بشم از داینامیک رنج استفاده بکنم. بنابراین این نکته رو مد نظر داشته باشید که سایز سنسور رو نیایید اولویت اول برای انتخاب دوربین قرار بدید. نکته سوم، سعی کن موقعی که داری ویدیو کپچر میکنی، مثل الان که من دارم این ویدیو رو کپچر میکنم با یه دوربین فول فریم، سعی کن دوربینت قابلیت 4K داشته باشه. قابلیت 4K داشته باشه یه نیازیه که اینها به صورت زنجیر به هم وصلن. لطفاً دوربین جدید بخر، یعنی دوربینت قدیمی تر از سال 20، الان که توی 2022 هستیم، دوربینت قدیمی تر از سال 2021 نباشه. یه نکته رو دقت کن، داخل پرانتز دارم بهت میگم، اگر خواستی موبایل هم انتخاب بکنی که بتونی باش فیلم خوبی بگیری، الان که توی تقریباً اواسط یا داریم مایل میشیم به اواخر سال 2022، الان که میخوای موبایل بخری دیگه مثلا سامسونگ کمتر از S21 اولترا یا اپل کمتر از 13 نخر، به خاطر که اینا خودشون بعدن عامل شکستت میشن. به لحاظ اقتصادی هم بخوای بهشون نگاه بکنی به نفعت نیستش. میگم کالای قدیمی نخر به خاطر اینکه بخوای قیمتش رو بیاری پایین، بعدن در دراز مدت متضررت میکنه. بنابراین چرا دوربین قدیمی نباید بخری؟ به خاطر اینکه ممکنه 4K پشتیبانی نکنه. پس نکته سوم این بودش که دوربینت حتما 4K پشتیبانی میکنه. برای تولید محتوا، اگر نمیخوای تولید محتوای ورزشی بکنی، یه دوربینی که مثلا 4K رو بهت روی 30 فریم و 1080 رو روی 60 فریم بده میتونه مناسب باشه. اما ایدئال برای خود من اینه که 4K رو روی 60 فریم بده و 1080 120 فریم بده که بتونی در واقع تایتل های ورزشی رو هم فیلم برداری بکنی. اگر داشتی تولید محتوای ورزشی میکردی بتونی ازش استفاده بهینه تری بکنی. درسته که میخوای تولید محتوا بکنی، اما این نکته چهارم نکته مهمیه. حتما دوربینی بخر که لنزش اینترچنجبل باشه، یعنی قابلیت تعویض لنز داشته باشه، بتونی لنزهای مختلف روش سوار بکنی. این بعدن بهت کمک میکنه اگر خواستی کار عکاسی هم بکنی، اون محدودیت هایی که لنزت اجازه نمیده باشون انجام بدی رو بتونی انجام بدی. نکته پنجمی که میخوام بچه ها بهتون بگم اثر تجربه است. این میخوام تجربه‌مو تو این چند سال بهتون انتقال بدم. به نظر من به لحاظ قیمت یه دوربین کراپ فریم برای تولید محتوا، اگر عامل قیمت رو در نظر بگیرید، به مراتب بهتر از یه دوربین فول فریمه. چون اگر بخوای فقط کار تولید محتوا بکنی، بیای از یه دوربین فول فریم استفاده بکنی، یه جورایی دوربینه رو هدر دادی. حیفه که بخوای بیای از یه دوربین فول فریم فقط واسه تولید محتوا استفاده بکنی. به شخص من
اومدم دوربین فول فریم خریدم، چون که فقط کار تولید محتوا نمی کردم، موضوع عکاسی هم در میون بود و یه دوربینی احتیاج داشتم که همه اینا رو پوشش بده. اما اگر فقط میخواید کار تولید محتوا بکنی، یه دونه کراپ فریم جدید کاملا جوابه. یعنی اگه بری سراغ کراپ فریم های سونی، بری سراغ کراپ فریم های کانون که الان دوتا کراپ فریم خیلی خوب داده از سری R7 و R10 که فوق‌العاده‌ن از سنسور جدید استفاده میکنن، از پروسسور جدید استفاده میکنن، 4K رو خیلی خوب با فریم ریت بالا ساپورت میکنن، انتخاب های خیلی بهتری هم به نسبت این که بخوای یه پول مثلا 20 میلیون بیشتر بدی بعد بری یه دونه مثلا دوربین فول فریم بخری. دوربین فول فریم به نسبت دوربین کراپ فریم همه چیزش هم گرونتره. یعنی بخوای واسهش لنز بخری، لنزش گرونتره. بخوای براش مثلا فیلترهای ND بخری، فیلترش گرونتره. رم هایی که بر روش بندازی تا بتونه مثلا فریم ریت های بالا رو ساپورت بکنه، رم هاش گرونتره و هر چیزی که فکر بکنی. بنابراین کراپ فریم ها بسیار معقول ترن برای شروع کار تولید محتوا. این از بحث دوربین. اما بریم سراغ یه گزینه خیلی ماجیک، یه گزینه خیلی خیلی باحال. یه زمانی هسته شما میخوای خیلی برای دوربین هزینه نکنی، اما نمیخوای با موبایلت هم فیلم برداری بکنی، اینجا باید چی کار بکنی؟ گزینه ای که من بر حسب تجربه بهتون معرفی میکنم گوپروه. دوربین های در واقع ورزشی گوپرو مود در واقع ویلاگ هم دارن و حالا درسته که لنزشون لنز عریض هستش، ولی این قابلیت رو دارن که میتونن استاندارد 4K و 1080 واسه شما فیلم برداری بکنن و تنها ضعفشون سنسور کوچیکشونه که شما میتونی با نوردهی این ضعف جبران بکنی. یه مثال ساده واسه تون میزنم. اکثر شما تصویر دوربین های گوپرو رو دیدید، یه شارپنس خیلی خوبی دارن، کنتراستشون واقعا عالیه، اما چجوری با سنسور کوچیک این کار رو انجام میدن؟ این موضوع برمیگرده به اون جایی که توش دوربین وجود داره، روز با نور بسیار زیاد. اگر شما تو فضای استودیویی نورتون رو طوری تنظیم بکنید که نور روی سوژه به اندازه کافی باشه و یکم بیشتر از اندازه کافی، گوپرو با یه قیمت حدود 15 میلیون تومان کارو براتون در میاره. ضمن اینکه اگر خیلی فضاتون تاریک نباشه شما نویز هم ندارید. الان اتاق من کاملا تاریکه، یعنی به غیر از نوری که دارم برای فیلم برداری استفاده میکنم، نور بالای سر من خاموشه. یعنی اگر این نور خاموش کنم اون اتاق دیگه تاریک تاریک میشه، ظلمات میشه بچه ها. خب ولی وقتی که من این ویدیو رو ادیت میکنم و میذارم شما میبینید، به خاطر نور کم تصویر من نویزی نیستش، یعنی شما توی تصویر نویز نمیبینید، به خاطر اینکه سنسور دوربین من تا حد بسیار زیادی این نویز تصویر رو جبران میکنه. توی گوپرو دقت بکنید، اگر تو فضاهای تاریک بخواید فیلم برداری بکنید تصویرتون نویز داره. بنابراین اگر از گوپرو برای تولید محتوا استفاده کردید که من پیشنهاد میکنم گزینه خوبیه، لطفاً نورتون رو یکم بیشتر بگیرید که اون در واقع ضعف سنسور رو بتونید جبران بکنید. حالا میتونید از گوپرو 9، گوپرو 10 و گوپرو 11 که جدید اومده استفاده بکنید و قیمتاشون حدود در واقع 12، 14، 15، 16 میلیون تومنه و گزینه خوبیه زمانی که شما هم میخوای از موبایلت استفاده نکنی و هم خیلی حالا اون سرمایه اولیه رو نداری که بخوای بری یه مثلا یه بادی کراپ فریم جدید بخوای استفاده بکنی. مثلا بادیش حدود 30 تا 50 میلیون تومنه، 30 تا 50 میلیون تومن، رنجش هم رنج وسیعیه انتخاب هایی که دارید. اما نکاتی که باید رعایت بکنید اینه که به نسبت
اون اشلی که میخواید کار انجام بدید به نسبت ابعادی که میخواید تولید محتوا بکنید، فیچرهای دوربینتون و امکانات دوربینتون رو در نظر بگیرید. توصیه‌ای که من دارم برای شما، دوربین‌های کراپ فریم خیلی برای کار تولید محتوا به لحاظ قیمت مناسب‌ترن به نسبت فول فریم ها. من معمولا توی نکاتی که میگم هیچ چیزی رو دست کم نمیگیرم، یعنی نمیگم که با هر چیزی، هر وسیله‌ای که توی دستتونه شروع بکنید، حتی اگه یه دونه موبایل میان رده دارید. نه، من هیچ وقت این کار رو نمیکنم، چون معتقدم که شما برای محتوای خودت یه ارزشی قائلی که میخوای اون تجربه رو و اون حرف رو انتقال بدی، که حیفه که بخوای بیای و با مثلا یه دونه کوالیتی پایین این رو انتقال بدی. من خودم به خاطر حساسیت میکروفون که یه میکروفون حرفه‌ای بخرم خیلی صدمه دیدم، خیلی کامنت منفی در مورد مثلا صدا داشتم. بچه‌ها شاید خودتون که الان دارید ویدیو منو نگاه می‌کنید یکی از اون افرادی باشید که واسه من کامنت منفی گذاشتید در مورد صدا، که دمتونم گرم. ولی حساسیت من در مورد میکروفون باعث شدش که من مدت خیلی زیادی میکروفون خوب استفاده نکردم. خب اینو بذارید به حساب حساسیت من. نخوای هزینه کنی، بخوای کم هزینه بکنی، حالا ببینیم چی میشه، باعث میشه کوالیتی کارت بیاد پایین تر و خیلیه که محتوات و محتوایی که داری قربانی کیفیت بشه. به خاطر همین حیفه که این اتفاق برای شما بیفته. نکته پنجم یا نکته ششم نمیدونم اینه که بچه ها نور رو در نظر داشته باشید. نور توی تصویر اون چیزی که تأثیر مستقیم روی کوالیتی داره نوره. نور رو در نظر داشته باشید. نور بسیار موضوع مهمیه. اینکه چجوری نور رو روی سوژه بذارید و که کیفیت خوبی و در واقع انعکاس خوبی توی لنز دوربین داشته باشه خیلی مهمه. یعنی اگر اصلا بگو یه دونه دوربین مثلا مدیوم فرمت مثلا فوجی مثلا 180 میلیون تومانی، نور نباشه آخرش تصویرت نویز داره. بخوای ببری دوربین رو، بخوای در واقع ویدیو رو ادیت بکنی، اکسپوژرت رو بالا پایین بکنی، هر کاری بخوای بکنی، به خاطر که نورت کمه دستت توی ادیت ویدیو بسته است. هر دوربینی استفاده میکنی، چه موبایل چه دوربین مثلا کراپ فریم APS-C چه دوربین فول فریم، ببینید اصلا در مورد برند صحبت نمیکنم، فول فریم از هر برندی، کراپ فریم از هر برندی داری استفاده میکنی، حتی از موبایلت داری استفاده میکنی، از اکشن کامرا مثلا مثل گوپرو داری استفاده میکنی، از هر دوربینی میخوای استفاده بکنی، تأکید میکنم نور برای کوالیتی تصویر بسیار موضوع مهمیه که از بعد از نورهای استاندارد با حالا کلوین های 5400 استفاده بکنید. دوست دارم در مورد این موضوع ویدیو بسازم توی این فصلی که الان با این ویدیو شروع کردمش، قطعا به اونها میپردازم. بچه ها دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم به بیان ساده اون چیزایی که باید بهتون میرسوندم و رسونده باشم و تا ویدیوی بعدی بدرود.